همیهنان گرامی، با درود های گرم بینندگان ارجمند برنامه های بنیاد آینده در تلویزیون اندیشه. من بار دیگر باید این رو یادآوری کنم که برای من بسیار تلخ و دردناک هست که این برنامه های برگی از تاریخ رو که سالهای درازی با دوست نازنینم حسین مهری اجرا می کردی، اینک باید به تنهایی اجرا کنم. و این است که میخواستم در آغاز برنامه یکی از عباراتی رو که ایشون هم باره در آغاز برنامه میگفتن رو با شما برای شما تکرار کنم که با درودهای گرم به بینندگان تلویزیون اندیشه در هر کجای جهان که هستید و هر کجا که صدای ما رو میشنوید و چهره ما رو میبینید، چیزی از این دست که البته با صدای گرم ایشون در آغاز برنامه برگی از تاریخ هم باره می آمد و به راستی جای ایشان در 60 روز و یعنی در دومی ماه در گذشته ایشان به راستی جای ایشان خالی و من هرگز نخواهم توانست این برنامه رو به اون صورتی که به راستی با حسین مهری برنامه رو داشتیم و گرم بود اجرا بکنم. یاد او، به راستی یاد او در میان ما برای همیشه جاودان. اگر به یاد داشته باشید، هفته گذشته من گفتگوی ساده‌ای داشتم یا کوتاهی داشتم درباره موضوع پیدایش دانشگاه تهران که پرسشی بود که آمده بود و من به اون پرداختم و به شما وعده دادم که برنامه امروز رو سر تا سر به موضوع پیدایش دانشگاه بپردازم. پرسش‌هایی از همیهنان در دنباله برنامه هفته گذشته رسیده که در آغاز به اونها پاسخ میدم. از جمله همیهنی از من خواستن که به پیشینه و تاریخچه پایه‌گذاری گندی شاپور و اینکه اینها چه کسانی بودن بپردازم که امروز به ایشان این وعده رو میدهم که در یکی از برنامه‌ها به طور کامل به تاریخ پیدایش دانشگاه گندی شاپور، دانشگاه پزشکی به ویژه بپردازم و نقش اون گروه از ایرانیانی رو که بعدها در ساختن دانشگاه پزشکی، دانشکده پزشکی یا دارالعلوم پزشکی در بغداد نقش داشتن در دوره اسلامی درباره اونها با شما گفتگو کنم. همیهنی با ادای مهر بسیار به این کمترین یادآور شدن که دارالفنون در سال 1268 گشایش یافته و گویا من در برنامه گذشته تاریخ گشایش دارالفنون رو چیزی نزدیک به 40 یا 30 زودتر از این بیان کردم. خب گرفتاری بزرگی که ما در این نوع نوشتارهای تاریخی داریم این است که گاه اون واژه قمری یا خورشیدی رو کنار این تاریخ ها نمی گذارند. این همیهن درست میگن. دارالفنون در سال 1268 قمری گشایش یافته، یعنی 5 ربیع الاول 1268 قمری که برابر است با 6 دی ماه 1230 خورشیدی. بنابراین این همیهن گرامی با سپاس از نگاه ایشان اشتباه میکنند. تاریخ درست همان سال 1230 خورشیدی است که 13 روز پیش از کشته شدن امیر کبیر است. ما در این زمینه سندی هم داریم که خیلی سند جالبی است. اجازه بدهید که این رو من برای این همیهن گرامی بخوانم و این سند از روزنامه وقایع اتفاقی است که میدانید در اون هنگام تنها روزنامه مهم ایران بوده، یعنی روزنامه دولتی بوده. در واقع می‌نویسد که در روز یک شنبه، این نثر اون زمان هم بسیار دشوار پر از واژه‌های عربی پیش از انقلاب مشروطه، از انقلاب مشروطه یکی از براستی خدماتی که به جامعه ایران کرد این است که زبان فارسی رو پالایش داد. یعنی از این واژه‌های پیچیده عربی که تنها گروه کوچکی اون رو می‌فهمیدند از اینها کناره گرفت و زبان مردمی رو، زبان توده رو بیشتر از پیش گسترش داد و خیلی ها در این زمینه به راستی نقش داشتن. از ده خدا، کسانی که روزنامه می نوشتن در اون هنگام، سور اسرافیل،
عارف که در ترانه سازی این کار رو انجام داد، با آوردن این ترانه ها به میان مردم با واژه های قابل فهم مردم. به گفته خودش او کسی بود که این واژه وطن رو روان کرد در میان مردم. اما پیش از اون بسیار دشوار بوده. برای شما میخوانم از این روزنامه وقایع اتفاقیه. می نویسه که در روز یک شنبه پنجم ماه ربیع نخستین، همون یعنی ماه ربیع الاول از سال 1268 هجری، مطابق سنه خامسه از جلوس سعادت مأنوس، یعنی از پنجمین سال پادشاهی ناصرالدین شاه، مدرسه مبارکه دارالفنون واقع در ارک محروسه تهران که بنا و انشاء از سال سابق شروع شده بود، یعنی ساختمانش بر حسب امر فرمان مطاع افتتاح گردید و از آن تاریخ علوم مستظرف و فنون مستحدث و صنایع مستقرب، خب اجازه بدید من توضیح ندم، به واژه‌نامه ها نگاه کنید و این آخریش مستقرب یعنی غربی، که حکمای اروپا اساس آنها را در ظرف چندین قرن برپا ساخته بودند، در این تأسیس با تقدیس انتشار همی گرفت و اشتهار همی پذیرفت. این مطلبی است که آمده سال 1268 هجری قمری، برابر است با ششم دی ماه 1230 خورشیدی. همیهن دیگری این برداشت رو داشتن که من گویا در جای گفتم که این بنای دارالفنون رو میرزا جعفرخان مشیرالدوله نهاده. جناب کارگردان اگر پیکره های از این دارالفنون در دست دارن بگذارن که همیهنان به هر حال به یاد بیاورن که این دارالفنون چی بوده، چگونه بوده. بله، این سردر دارالفنون هست و همون کاشیکاری هایی که بوده نگاه کنید حتی اندکی هم ویران شده، به جای مانده بوده. تا دست کم چند سال پیش من آگاهی ندارم که تا چه اندازه این رو هنوز حفظ کرده باشن، ولی این رو اشاره کردن همیهنی که گویا من گفتم که این دارالفنون رو میرزا جعفرخان مشیرالدوله ساخته. نه، من هرگز نگفتم. ببینید در زمان عباس میرزا نخست دو نفر رو به فرنگ به قول اون زمان فرستادند که هفته پیش به اونها اشاره کردم، ولی نخستین گروه به عبارت اون زمان محصلینی که از ایران به فرنگ یا به اروپا فرستادن، در واقع بریتانیا، اگرچه واژه فرنگ اساسا در مورد فرانسه است ولی اینها به بریتانیا رفتن، پنج نفر بودن. و سپس یک گروه 30 یا 40 نفره رو در درازای چند سال به اروپا روانه کردن. از این گروه نخست، از این گروه پنج نفری نخست، یکی از کسانی که در این گروه بود و رفت و درس معماری خواند، میرزا رضا مهندس باشی تبریزی است. من نمیدونم که پیکره ای از این داریم یا نه، فکر نمی کنم. بله، این میرزا رضا مهندس باشی تبریزی کسی بود که رفت اروپا و درس خواند و آمد و در ساختن مدرسه دارالفنون خیلی نقش داشت. البته بنای کار این دارالفنون رو ایشون اگرچه نقشه رو ریخت بر پایه آنچه که در اروپا دیده بود، بر پایه آنچه که در ساختمان‌های دیگر نگاه کرده بود و جسته بود و یافته بود، طرح دارالفنون رو او ریخت، ولی سازنده اساسی این دارالفنون کسی بود به نام محمد تقی معمارباشی. من آگاهی های زیادی درباره محمد تقی معمارباشی ندارم و شما هم میهنان هم درخواست میکنم اگر آگاهی هایی درباره هم میرزا رضا مهندس باشی تبریزی در دست دارید و هم محمد تقی معمارباشی، اینها رو برای من بفرستید تا در این برنامه این آگاهی ها رو در اختیار هم میهنان گرامی قرار بدم. میرزا جعفرخان مشیرالدوله، یکی از شش مشیرالدوله ایران، جزو گروه دومی بود که به اروپا رفتند و همکاری می کرد با اون مشیر دولهی که
مدرسه سپه سالار رو ساخت، یعنی میرزا حسین خان مشیر دوله قزوینی، با هم فرق میکنن، نسبتی هم با هم نداشتن. معمار این ساختمان معروف مدرسه سپه سالار که اون رو همین میرزا حسین خان مشیر دوله که بعدها سپه سالار لقب گرفت و یکی از برجسته ترین اصلاح طلبان ایران بعد از امیرکبیر بود، به راستی هم اصلاحات بزرگی رو انجام داد و سفرهای اروپایی ناصرالدین شاه به راستی مدیون این آدم هست و آدمی است که برای نخستین بار این واژه مشروطه رو هم هنگامی که در استانبول بود در یک نامه‌ای به ایرانیان، به دست کم به نخبگان ایرانی معرفی کرد. معمار این ساختمان مدرسه سپه سالار معروف نخستین آرشیتکت درس خوانده ایرانی است. اینکه میگویم آرشیتکت، خیلی ها رو در اون زمان مهندس میخواندند، ولی کسی که به اون اشاره خواهم کرد نخستین کسی است که در غرب، در فرانسه درس مهندسی معماری خوانده بود و به راستی آرشیتکت بود و او در واقع نخستین آرشیتکت ایران می باشد. میرزا مهدی خان شقاقی، معروف به ممتحن الدوله، پیکره این رو داریم. بله، این از یکی از برجسته ترین آدم های مدرنیست ایران بود و در فرانسه رفته بود درس خوانده بود. اجازه بدید نام مدرسه‌ای که در اون درس خوانده بود رو هم من اینجا دارم: اکول نورمال سوپریور دو پاری. در اون مدرسه درس خوانده بود، چندین سال درس معماری خوانده بود و سپس در دانشکده معماری پاریس در سال 1343 خورشیدی فارغ التحصیل شد و به ایران بازگشت و این مدرسه سپه سالار از کارهای اوست. کارهای زیادی کرد در زمینه نوشتار، در زمینه فرهنگی، از شخصیت های بسیار برجسته مدرن ساز ایران بود میرزا مهدی خان شقاقی. بنابراین اینها رو باید از هم جدا کرد. این آدم ها همه اسمای خیلی خوب شبیه هم دارن ولی یکی نیست. دوست گرامی، اجازه بدید نام ایشون رو تنها به عنوان مقدم بیارم. البته نام ایشون یک پیشوندی هم به مقدم داره، ولی بسیار آگاهی های جالبی رو به من رساندن و من نامه ایشان رو کامل در اینجا میخوانم. با عرض سلام و اظهار ارادت، بنده همواره برنامه این استاد فاضل را سپاسگزارم، به دقت گوش میدهم. در روز شنبه 23/4/97، البته به تاریخ ایرانی، بحث حضرت عالی را در مورد تأسیس دارالفنون و زحمات استاد صدیق علم که بنده ایشان را در دوره دانشجویی در دانشگاه تربیت معلم یا دانشسرای عالی زیارت کردم، نه به عنوان دانشجو، به یاد دارم. اما حضرت عالی نامی از دارالمعلمین مرکزی و بعد هم دارالمعلمین عالی یا دانشسرای عالی که در سال 1297 و سپس دارالمعلمین عالی در سال 1307 که دانشگاه تهران بعداً در سال 1313 در زمین‌های جلالیه به دست رضا شاه افتتاح شد نبردید، در حالی که حق است که دارالفنون یا دارالمعلمین عالی و دانشسرای عالی در سال 1307 بعد از دارالفنون اولین دانشگاه در مورد تحصیلات عالی هستند و توضیحات دیگری دادن. کاملا ایشان درست میگن. دارالفنون نخستین کوشش ایرانیان در دوران مدرن برای ساختن یک نهاد آموزشی عالی است بر الگوی ساختارهای به گفته اون زمان اونیورسیته یا بعدها میگوییم دانشگاهی یا فنون اروپایی، ولی پس از اون به درستی اشاره کردن. البته در هفته پیش هم اشاره کردم ما مدرسه علوم سیاسی داشتیم، مدرسه علوم سیاسی بعدها مدرسه حقوق و همچنین در اون هنگام که این مدرسه علوم سیاسی یا حقوق کادرهای وزارت خارجه رو پرورش میداد.
و در همون زمان مدرسه، اینجور که ایشون اشاره کردن به درستی، در سال 1297 خورشیدی دارالمعلمین و سپس دانشسرای عالی که در سال 1307 گشایش یافت و کاملا اشاره ایشان درست است، پیش از ماجرای دانشگاه. خب برویم بر سر موضوع دانشگاه، دانشگاه تهران. این پیکره اینجا در برای کارگردان فرستادم، در واقع فکر میکنم دو پیکره است. یکی این سردر آغاز دانشگاه، هنگامی که دانشگاه تهران ساخته شد، این ورودیه دانشگاه بود و سپس یه سردر جدیدی برای دانشگاه ساختند. بله، ببینید که این سر، بله، این برخی از همیهنان نمیدانند که این سردر دانشگاه که هنوز هم پابرجاست، این پیوندی با گشایش دانشگاه نداشته. این سردر رو تا اونجایی که من نگاه کردم به آرشیو نوشتارهای تاریخی، این در سالهای 45-46، یعنی در واقع در سال 45-46 رئیس دانشگاه آمد و میان دانشجویان و طراحان یک مسابقه انجام داد برای اینکه طرحی رو بدن برای سردر جدید دانشگاه، و گویا طرح دانشجوی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران آقای کوروش فرزامی برنده شد، و این کوروش فرزامی این طرح سردر دانشگاه رو در سال 1346 فراهم کرد. سردر دانشگاه سردر دانشگاهی نیست که در دوران رضا شاه گشایش یافته، بلکه در سال 46 ساخته شده و در واقع مربوط می شود به هم دهه 40. اما در مورد ساختن دانشگاه چرا من پافشاری می کنم؟ برای اینکه ما بررسی کنیم و دریابیم که واقعا دانشگاه تهران چگونه بنا شده. از این روز که در این تاریخ سازی ها نخست اینکه افرادی کوشش می کنند خودشون رو یا پدرشون رو یا بزرگان دیگر رو، خویشاوندان خودشون رو در بنای دانشگاه برجسته تر از دیگران بکنند. در این دعواهای سیاسی امروز هم خیلی کوشش می شود که بگویند که اصلا ساختن دانشگاه فکر و اندیشه شخص رضا شاه بود. ببین، ما می توانیم باور داشته باشیم و بپذیریم که رضا شاه خدماتی در ایران کرده و کارهای نیکی از او به جای مانده و در این جای گفتگو نیست. دیکتاتوری بوده که بسیاری از حقوق برآمده از مشروطه رو پایمال کرده، ولی در این حال کارهای سازنده هم از او به جای مانده و این رو باید پذیرفت، یعنی کار نیک و کار بد رو هر دو رو سنجید. ولی اینکه تصور کنیم چون رضا شاه کبیر است ساختن دانشگاه همه کار و فکر رضا شاه بوده، درست نیست. این گونه نگاه به تاریخ رو ما باید برای همیشه کنار بگذاریم و باید امتیاز رو به کسی بدهیم یا کسانی بدهیم که امتیاز رو واقعا اونها شایستش هستن. من بارها در برنامه های رادیو تلویزیونی و همچنین در نوشتارهای خودم اشاره کردم که با همه احترامی که من برای زندیات محمد مصدق، دکتر محمد مصدق قائل هستم، هیچگاه نمیگویم که فکر و اندیشه ملی کردن صنعت نفت در ایران اندیشه دکتر محمد مصدق بوده. نه، او رهبری کرد این جنبش رو به انجام رساند، ولی فکر و اندیشه ملی کردن صنعت نفت بسیار کهن‌تر از این است و دیگران در این زمینه نقش داشتند و محمد مصدق توانست رهبری سالهای پایانی این جنبش رو در دست بگیره و نام‌آور بشود به دلیل اجرای ملی کردن صنعت نفت در ایران. بنابراین امتیاز رو باید در اون چهارچوبی داد که این امتیاز به راستی باید به کسانی داده بشود. رضا شاه پایه‌گذار دانشگاه تهران نیست. دانشگاه تهران در دوران رضا شاه ساخته شده، ولی گروه بسیاری از آدم‌های برجسته اون دوران در ساختن دانشگاه نقش داشتند. از دکتر سنگ، پزشکی بود که در اروپا درس خوانده بود، در فرانسه درس خوانده بود و سپس وکیل مجلس شد و اولین سندی که ما در دست داریم در این زمینه، هفته پیش هم اشاره کردم،
گفتگویی است که او با رئیس مجلس داشته و شب سبس نامه است که رئیس مجلس برای وزارت علوم فرستاده در سال 1305 و 1306 و در اون زمان اشاره کرده به اینکه ما به اونیورسیته احتیاج داریم، ولی کسی بهایی به این کار نداده. تا اینکه چند سال پس از اون تیمورتاش آقای دکتر صدیق علم رو برای بررسی موضوع دانشگاه به آمریکا میفرسته و او پس از بازگشت پیشنهاد خودش رو برای گشایش دانشگاه به وزیر معارف و به کفیل وزیر معارف اون زمان یعنی علی اصغر حکمت میدهد که سپس وزیر شد. واسه این طرح پذیرفته میشه. ولی همه شواهدی که ما در دست داریم این است که دولتی ها چندان بهایی به این موضوع ساختن دانشگاه نمیدادند. یعنی در خود هیئت وزیران هم چندان موضوع جدی نگرفته بودند و ما هیچ سندی در دست نداریم که نشان بدهد که رضا شاه از همون سال 1304 تا هنگام گشایش دانشگاه در سال 1300 یا آغاز بنای ساختمان دانشگاه در سال 1313 دل مشغول ساختن دانشگاه در ایران بوده باشد. ما گواهی در این زمینه در دست نداریم. هیچ کس هم در یادداشت ها در یادمانده ها اشاره نکرده که مثلا در سال 1304 1305 6 7 8 و پس از اون در گفتگوهای با رضا شاه موضوع ساختن دانشگاه مطرح شده باشد. یکی از بهترین اسنادی که در این زمینه ما در دست داریم و به راستی خواندنی است یادداشتهایی است که از زنده یاد علی اصغر حکمت به جای مانده. یعنی یادداشتهایی است که چند و چون ساختن دانشگاه رو برای این پیکره ایشان است. برخی دوستان، من چند روز پیش در جایی بودم، یکی از کلاسایی که دارم، نام علی اصغر حکمت رو که آوردم، یکی از دوستان با صدای بلند گفت سردار فاخر. نه، سردار فاخر حکمت و علی اصغر حکمت خویشاوندی دوری با هم داشتند از پیشینه شیرازی اونها، ولی یکی نیستند. علی اصغر حکمت سردار فاخر نیست. علی اصغر حکمت یکی از به راستی باید گفت برجسته ترین شخصیت های دوران رضا شاه و آغاز دوران پادشاهی محمد رضا شاه است که کمتر به او پرداخته شده. آدمی است با توانایی های خیلی زیاد. یادداشت هایی از او به جای مانده. اینها یادداشت های روزانه اوست، یعنی یادداشت هایی نیست که مانند یادداشت های علم که این یادداشت ها رو سالیان بعد نشسته باشه و نوشته باشه و درست کرده باشه. شاید این یادداشت ها رو همان روز ننوشته، چند روز پس از اون نوشته، ولی این یادداشت هایی است که چند روز یک بار به روی کاغذ می آورده و اینها رو گردآوری می کرده و اینک این یادداشت ها بخش هایی از اون به چاپ رسیده، بخش های زیادی از اون به چاپ رسیده. البته بخشی از اون هم دزدیده شده و از بین رفته و در دست ما نیست و این رو هم باز در نوشتارهای تاریخی آمده که چگونه این یادداشت ها شوربختا که از دست رفته. ببخشید من اندکی سینم خوش شد، باید یک آبی گرم میخوردم تا اینکه بیشتر بتوانم با صدای بهتری با شما گفتگو کنم. زنده یاد حکمت در بخشی از این یادداشت ها چنین می نویسد: در یکی از روزهای سال 1313 شمسی، اعلی حضرت در حالی که هیئت وزرا تشکیل شده بود از بنده سؤال کردند که در سال چند نفر محصل به خارجه اعزام می شود. البته پیشتر در همین یادداشت ها حکمت اشاره کرده که چند بار موضوع گشایش اونیورسیته مطرح شد و کسی بهایی به اون نداد. اون زمان هم واژه برای دانشگاه هنوز درست نشده بود. فرهنگستان سپس واژه دانشگاه رو ساخت و واژه بسیار بسیار زیبایی هم است. این است که در نوشتارهای اون زمان در آغاز به این به عنوان اونیورسیته با واژه فرانسه اشاره می‌کردند. در سال 1313 رضا شاه این پرسش رو از حکمت کرده. در جواب عرض شد که موجب قانون مخصوص سالی 100 نفر از جوانان دیپلمه و لیسانس و دکتر برای تکمیل تحصیلات خود اعزام می شوند. اشاره می کنه سپس که چه مقدار بودجه برای
این کار در اختیار داریم و ایشون گزارش میده. امر فرمودن که از این به بعد دیگر این اقدام را موقوف داشته و نیم نفر را هم به خارج نفرستید. باید وسایل تحصیلات جوانان ایران در خود ایران فراهم شود. این نخستین سندی است که در سال 1313، نه در سال 1306، 1313 از رضا شاه در دست است بر پایه گفته حکمت، که او دوستدار این بوده که در درون ایران یک امکان آموزش عالی برای درس خواندگان ایران به وجود بیاید و اینها رو به خارج نفرستند. حکمت سپس اشاره می کند که چگونه این گفتگو رو با رضا شاه ادامه داده. این سال 1313 سال بسیار بسیار مهمی است، زیرا که در این سال است که رضا شاه به ترکیه رفته و تنها سفر خارجی رضا شاه است. البته پیش از اینکه رضا شاه شاه بشود، هنگامی که رفته بود برای سرکوب خزعل در خوزستان، از راه بصره به بغداد رفت، در نجف هم با روحانیان دیدار کرد و سپس از اون راه به ایران بازگشت. دیدار از بغداد رو واقعا نمیتوان سفر به خارج برشمرد، ولی تنها سفری که رضا شاه به خارج از ایران کرده سفر به ترکیه است، که در روح او، در روان او، در برخورد او، در نگاه او به پیشرفت جامعه ایران خیلی تأثیر گذارده. برای که ایرانیان جدا باور نداشتند که ترکیه خیلی از ایران جلوتر بود و فکر میکردن که ایران شاید همتراز ترکیه باشه، و هنگامی که رضا شاه همراهانش از ترکیه دیدار کردند، دریافتند که تا چند اندازه ایران واپس مانده است و تا چند اندازه ترکیه خب پیشتر هم در دوران عثمانی از ایران خیلی جلوتر بود، یک امپراتوری 500-600 ساله بود، ولی در دورانی که آتاتورک در قدرت بود به راستی کارهای بسیار برجسته‌ای برای اروپایی کردن ترکیه انجام شده بود و رضا شاه اینا را از نزدیک دید و دریافت که ایران بسیار واپس مانده تر از ترکیه است و اندیشه پاره ای از کارها پس از این سفر در آدم های مانند رضا شاه پدیدار شد. نه این است که به اینها نمی اندیشیدن، ولی به ویژه با سفر به ترکیه اینها شتابان تر شد. فکر می کنم فکر ساختن دانشگاه که پیشتر هم به رضا شاه پیشنهاد شده بود و این گونه که حکمت میگوید خود رضا شاه هم در این اندیشه بود، در سفر به ترکیه خیلی تقویت شد. به این هم اشاره میکنم. در اسفند ماه 1312، این برگردیم به اندکی پیشتر، ایشان مینویسد که در اسفند ماه 1312، من به زمان هم نگاه کنم، بله هنوز وقت داریم، در اسفند ماه سال 1312 شمسی در هیئت وزرا صحبت از امارات جدید و ساختمان‌های تازه که در تهران برپا شده است در میان آمد. خب تهران رو خیلی ساخته بودند. همه گفتند تهران در عصر اعلیحضرت خیلی آباد شده است و من موقع را غنیمت شمردم و گفتم ساختمان‌هایی که در شهرهای بزرگ امروزه در درجه اول نمایان است، همه جا امارات اونیورسیته می باشد یا دانشگاه، و این برای پایتخت دولت شاهنشاهی کمال نقص است که اونیورسیته نداشته باشد. شاه فوری گفت امسال شروع کنید و بسازید. خب بنابراین این فکر، بازگردیم به این که در سال 1313 رضا شاه به حکمت گفته که دیگر دانشجو به خارج نفرستید، در اسفند 1312 برای نخستین بار در هیئت وزیران موضوع ساختن اونیورسیته مطرح شده و رضا شاه از اون پشتیبانی کرده و اینها به هم مربوط هست. و اینجا نکته بسیار جالبی است که در این کشور پر از خودکامگی و فساد تا چه اندازه هر کس به دنبال این است که حالا که یک پروژه پیشرفت کشور در پیش است، پولی هم از این راه به دست بیاوریم. و این بخش یادمانده زنده یاد حکمت دردناکه. می نویسد که بله شاه فوری گفت امسال شروع کنید و بسازید. چند شب بعد رو به وزیر مالیه
مرحوم علی اکبر داور نموده گفت در یکی از جلسات هیئت وزیران در بودجه سال آینده مبلغ 250,000 تومان به معارف بدهید، یعنی همین وزارت فرهنگ. همین جایی که آقای نویسنده این یادمانده ها حکمت سرپرست اونجاست، وزیر اونجاست، به معارف بدهید که اونیورسیته بسازن. وی نیز اطاعت کرده. میدونید که داور پیشتر وزیر عدلیه یا دادگستری بود و سپس وزیر مالیه یا دارایی شد. این واژه ها بعدها تغییر پیدا کرد. هنوز اون زمان میگفتن مالیه، هنوز به دادگستری میگفتن عدلیه. از سال حدود 1318-19 هستش که این نامها دگرگون شد از سوی فرهنگستان. مالیه شد دارایی و عدلیه هم شد دادگستری. وی نیز اطاعت کرده و در بودجه 1313 همان مبلغ منظور گردید و من نیز با شوق فراوان در صدد پیدا کردن اراضی وسیع مناسبی برای ساختمان مذکور برآمدم. خب این قسمت است که من میخواهم شما هم میهنان ایرانی سخت بیاندیشید و ببینید این فسادی که امروز در کشور ماست ریشه های تاریخی داره، تازه ساخته نشده، امروز بسیار بسیار بیشتر از گذشته است. ولی این کوشش برای اینکه مردم رو بچاپند، دولت رو بچاپند و از این راه پولی برای خودشون درست کنن، حتی در ساختن یک پروژه بسیار بسیار مهم دانشگاهی هم وجود داشته. اراضی متعدد در قسمت شمالی تهران دیدم، هیچ کدام مطبوع نبود، از نظر مهندسی عیب داشت، تا اینکه باغ بزرگی که در شمال غربی تهران بود که چون آن را جلال الدوله پسر ظل السلطان مسعود میرزا ساخته بود، جلالیه موسوم بود و قنات مخصوص داشت، آنجا را پسندیدیم. اما هیئت وزرا، خوب توجه کنید این قسمت مهمه، اما هیئت وزرا اراضی که در بیرون دروازه یوسف آباد موسوم به اراضی باغ بهجت آباد و صاحبان آن اراضی افراد هیئت وزرا و وزیر مالیه را دیده بودند و آنها را شائق کرده بودند که بفروشند. البته این واژه شائق خیلی جالبه، میگوید که من این باغ جلالیه را دیدم و فکر کردم جای جالبی است برای این کار، ولی آدمهایی که اراضی بهجت آباد رو داشتند اینها آمده بودند انگامی که خبر رسیده بود که بناست دانشگاه اونیورسیته ساخته بشود، یک پروژه بزرگ ساختمانی در پیش است. کسانی که این زمین ها رو در دست داشتن یا شاید همون زمان رفته بودن و به بهای ارزانی خریده بودند، آمده بودن هیئت وزرا رو دیده بودند و به ویژه شخص وزیر مالیه آقای داور رو. حالا اینکه اینها رو شاخ کرده بودند معناش این است که پولی داده بودند، شاخ کردن در این نیست که اینها رو قانع کرده بودند، بلکه احتمالاً پولهایی داده بودند، وعده هایی داده بودند رو قانع کرده بودن، از جمله به ویژه آقای داور رو که این زمین های بهجت آباد بهترین جا برای ساختن دانشگاه در ایران در تهران، و آنها را شائق کرده که آنجا را بفروشند. ولی اراضی مذکور گرچه به شهر نزدیک بود اما خیلی تلال و وهاد داشت، یعنی پایین و بالا داشت و فراز و نشیب داشت. این واژه های عربی است که در اون هنگام ازش استفاده میکرد، زمین پست و پرنشیب و پر از تپه، پشته تپه نه تل، پشته تل زیاد بود و یعنی به درد کار ساختمانی نمیخورد و نامناسب بود و با مالکین متعدد و گرانفروش و مهندسین به هیچ وجه آنجا را نمیپسندیدند. یعنی معلوم بود که معامله‌ای در کاره، که حالا که میخوای دانشگاه بسازید، پول رو هم در اختیار وزارت معارف قرار دادیم، این آدم ها چشم به این داشتن که این زمین ها رو بفروشند و داور هم دلال این کار بود. ولی وزیر مالیه اصرار کرد و بالاخره رأی گرفتند و اکثر وزرا نظر او را ملاحظه کردند و من در اقلیت واقع شدم و ناچار سکوت کردم. خب حالا از بخت خوب، از خوششانسی ساختن دانشگاه تهران، اینکه در این زمانی که اینها رأی دادند به اینکه
کدام زمین ها رو برای ساختن دانشگاه برگزینند، شاه وارد هیئت وزرا میشه و حکمت میگوید که رسم این بود که او میپرسید که چه کردید، گزارشی بدهید، و وزیر نخست وزیر یه گزارشی میداد و شاه نگاهی میکرد و معمولا آنچه که در پایان شاه میگفت دیگه پایان سخن بود. می نویسد مطالبی که مناسب بود به عرض می رسانی و مذاکره می شد و او پس از استماع آرا شنیدن نزدیدگاه ها عقیده خود را اظهار می کرد و عقیده او قاطع بود. هیچ کس در برابر رأی دیکتاتور دم از چون و چرا نمی توانست زد. روشن است که این بخش از یادداشت ها رو حکمت بعدها نوشته، افزوده به این یادداشت ها، چون فکر نمی کنم حکمت دارای چنان شجاعتی بوده که در دوران زندگی رضا شاه از او به عنوان دیکتاتور نام ببرد. در آن شب نیز همان سوال را کرد. گفتند مشغول مذاکره در انتخاب زمین برای دانشگاه بودیم. من فوراً گفتم دو زمین را در نظر گرفته شده است و چون تصمیم قطعی گرفته شده موکول به نظر اعلی حضرت است. گفت کدامند؟ من هر دو را توضیح دادم. فکری کرده گفت اراضی جلالیه بهتر است. همین سخنی که از دهان رضا شاه خارج شده، اگرچه هیئت وزیران رأی داده بوده، رأی رضا شاه که درست هم بوده، این رو باید امتیاز رو به رضا شاه داد و درست فکر کرده بوده، زمینهای جلالیه رو برای ساختن دانشگاه برمیگزینند. یعنی فکر و ایده‌ای که از آغاز کار علی اصغر حکمت داشته در گزینش این زمین‌های جلالیه موفق میشه. این زمین‌های جلالیه رو من باید توضیح بدم. این چیزی که بعدها معروف شد به بلوار الیزابت، بلوار کرج، باغ لاله، پارک لاله، همه اینها بخشی از این زمین هاست و بر روی نزدیک به دانشگاه. این زمین بسیار بسیار بزرگی بوده در خانواده قاجار و یکی از بزرگان اون زمان، چون جلال الدوله اسمش بوده، این به نام جلالیه معروف شده. میگه من بلادرنگ از فردا در مقام خریداری آن باغ و اراضی مجاور آن برآمدم و به مبلغ 100,000 تومان 200,000 زر خریداری شد. و دیگه جزئیات این ماجرا رو کنار میذاریم. خب این رو هم باید بیافزایم برای اینکه شاید یک برداشت نادرستی در این زمینه باشد، که هنگامی که دانشگاه تهران بنا می شود و در آغاز کار، در افتتاح دانشگاه تهران رضا شاه حضور داره، این دانشگاه دانشگاهی نیست که چندین سال پس از اون به وجود آمد. در اون هنگام تنها بنا بود که بخش پزشکی ساخته بشود. حتی در آغاز کار هم بودجه برای ساختن دانشکده پزشکی وجود نداشت. یعنی تنها دانشکده ای رو که بنا بود بسازن دانشکده پزشکی بود و در حتی در دانشکده پزشکی هم نتوانسته بودن دانشکده بنا کنند. تنها توانسته بودن اتاق تشریح رو بسازند و گشایش دانشگاه در واقع گشایش اتاق تشریح بود و هنوز دانشگاهی بنا نشده بود. این رو خیلی زیبا در واقع توضیح میده آقای حکمت. روز سوم خرداد 1313 شمسی وقتی که شاه در ترکیه بود، با حضور آقای محمد علی فروغی رئیس الوزراء اولین پی دانشگاه کنده شد و تالار تشریح در همان نقطه که الان هست، یعنی گوشه شمال غربی دانشگاه، آغاز شد. در آذر ماه 1313 ساختمان به پایان رسید. و ادامه می‌دهد که سرانجام در بهمن ماه 1313 بنا شد که این دانشگاه گشایش پیدا بکنه. و خب رضا شاه سخت مشتاق بود، از ترکیه برگشته بود و میگوید که در اون روز پیش از گشایش دانشگاه باران بسیار بسیار سختی باریده بود و همه جا گل شده بود و حکمت به آقای حسین سمیعی ادیب السلطنه که وزیر دربار بود آگاهی میرساند که شاید بهتر از 2-3 روز گشایش دانشگاه رو عقب بیاندازیم که زمین ها پر از گله. و رضا شاه میگوید که اگر سنگ هم از آسمان ببارد فردا باید دانشگاه رو من گشایش بدم. ساعت 3 پس از نیم روز رضا شاه میآید و دانشگاه رو میگشاید. این بخش بسیار بسیار مهمه برای اینکه نشان میدهد که
این آدم هایی مانند حکمت، صدیق علم و دیگران با چه دشواری با شخصیت خود رضا شاه روبرو بودند، با چگونه باید کجدار و مریض میکردند تا برنامه جلو برود. دست آخر هم رضا شاه همراهی و همکاری میکرده، ولی به هر روی با این شخصیت پر از گرفتاری روبرو بودند، آدمی که به هر روی خودکامه و دیکتاتور بوده ولی دیکتاتور سازنده. میگوید که بله، دو ساعت بعد از ظهر اعلیحضرت حاضر شدند. نه، همه چی حاضر شد. شاه هم ساعت 3 آمد. نخست امارت تالار تشریح را سرکشی کرد. در ابتدا خیلی کج خلق و عصبانی بود و ایرادهای تلخ میگرفت. در زیر زمین که انبار اجساد و نعش میت است، چون میدونی برای کالبد چه کافی جنازه آورده بودند، از من سوال کرد که در واقع جنازه تهیه کرده ای؟ گفتم آری. گفت کجاست؟ باور نمی کرده. او رو بردن به زیر زمین و صندوق ها رو بهش نشون دادن. باور نکرد. گفت سر آنها رو باز کن ببینم. من فورا سر یکی را باز کردم که اجساد مردگان در محلول قوی اسید فینیک و فنول گذاشته شده بود. یقین کرد و متبسم شد. یعنی اطمینان کرد. یعنی در این کشور کسی به کسی اعتماد نمی کرده. وقتی گفتن این سالن تشریح و جنازه آوردیم، نعش آوردیم که در اینجا تشریح کنیم، حتی رضا شاه هم باور نمی کرده و این از گفته ببینم این نعش رو، این پولا کجا رفته. در بخش دیگری از این خاطرات میگوید که همه جا را گردش کرد و این از اینکه عمارت کوچکه است خوشش نیامد و تصور کرد که این تمام دانشگاه است. با تغییر گفت این تمام چیزی ساخته اید؟ گفتم این تالار تشریح است که جزی از دانشگاه طب می باشد و دانشکده جزئی از دانشگاه است. سکوت کرد. سپس به رنگ ساختمان ایراد گرفته. سپس گفته که این پنجره ها خوب نیست و پنجره ها باید بزرگتر باشه. میل داشت که بنای مدرن با رنگ خاکستری با اسلوب تازه ساخته شود. بنابراین راجع به روزنه ها ایراد گرفت و تغییری کرد. این قسمت خیلی جالبه. پس از آن گاه رو به رئیس نظمیه محمد حسین آیروم، از آدم کشهای برجسته، از آدم های بسیار خشن در اون دوران، رئیس شهربانی اون زمان، که به خود رضا شاه هم پشت کرد و رفت و در آلمان پناهنده شد و ماجراهای خیلی زیادی در این باره هست. بله، هنوز وقت هست. آنگاه رو به رئیس نظمیه محمد حسین آیروم نموده، گفت از این مهندسین احمق مؤاخذه کنید. ببینید، پادشاه مملکت آمده، پذیرفته باید دانشگاه ساخت. از این کار بسیار هم مثبته که پشتیبانی کرده، بودجه در اختیار قرار داده، آدمهایی رو مسئول کرده و حکمت مسئول ساختن دانشگاه شده. نه دکتر حسابی که به نادرست گفته شده، ولی حکمت مسئول ساختن دانشگاه شده که وزیر معارف بوده. و حالا رضا شاه آمده و از نوع ساختمان خوشش نیامده، به رئیس شهربانی آدمی مانند آیروم گفته که از این مهندسین احمق مؤاخذه کنید، چون اینها ساختمان رو اونجوری که من دلم میخواسته نساختند، و دستور دهید اصلاح نماید. خب این نمونه بر روی رفتار اون زمان است، رفتاری که در اون زمان وجود می داشته. در اون روز، البته در اون روز گشایش دانشگاه، که البته تنها اتاق تشریح گشایش پیدا کرده، ایشون می نویسد که از آن جماعت، یعنی همه کسانی که اونجا بودن، فقط حاج مهدی قلی خان هدایت مخبر السلطنه پیرمرد که رئیس الوزرای اسبق بود، نطق مختصری کرد. در این هنگامی که دانشگاه گشایش یافت، برای نخستین بار فروغی نخست وزیر بود و آقای مخبر السلطنه از کار برکنار شده بود. و جالب است که در این سخنرانی مهدی قلی هدایت میگوید که الحمدلله که نمردیم و این روز را دیدیم. و این نکته بسیار بسیار مهمی است، چون در کتاب خاطرات و خطرات ایرادی که مخبر السلطنه به دوران
رضا شاه گرفته همین نکته ای است که میگوید، که البته در دورانی است که او نخست وزیر هم بوده، میگوید که ما به تمدن لابراتواری نیاز داشتیم، به تجدد لابراتواری نیاز داشتیم، به ما تجدد بلوواری دادند، یعنی بیشتر ظاهر رو درست کردند، و این ایرادی است که خیلی ها میگرفتند. البته این کار بسیار نیکی بوده در اون هنگام، سرانجام دانشگاه در ایران درست شده با تمام دشواری هایی که وجود داشته، و در آغاز کار هم رضا شاه چندان خوشنود نبود از این کاری که انجام شده، انتظار داشت که با شتاب یک تشکیلات بزرگ دانشگاهی ساخته بشه. ساختن دانشگاه تهران و افزودن دانشکده های دیگر، گسترش دانشکده پزشکی به تنهایی در 3 سال به درازا کشید تا سال 1316، و سپس رفته رفته بخش های دیگر به دانشگاه اضافه شد. در واقع یک پروژه طولانی بوده. سرانجام هم در اسفند 1319، 6 ماه پیش از پایان دوره پادشاهی رضا شاه، بنای دانشکده حقوق گشایش یافت. می‌نویسد که افتتاح بنای دانشکده حقوق پریروز 3 ساعت بعد از ظهر به مناسبت دعوتی که جناب آقای وزیر فرهنگ نموده بودند برای مراسم افتتاح عمارت جدید البنا به آنجا رفتیم. اون موقع دیگه ایشان وزیر معارف نبوده. این دومین عمارت دانشکده های دانشگاه تهران است که نخستینش دانشکده پزشکی هست و دومین ساختمان در سال 1319، در پایان سال 1319، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، و سالهای درازی ادامه پیدا میکنه تا اینکه سرانجام دانشگاه تهران یک دانشگاه معتبر و جامع تبدیل میشه. مراد من از اشاره به این مسائل در این است که در بررسی تاریخ ما باید همه کسانی رو که ما به اونها وامدار هستیم ارج بنهیم، و تنها امتیاز رو به کسی که در فرمان روایی، در پادشاهی، در ریاست جمهوری، در قدرت هست ندهیم. ببینیم از پایین چه کسانی کوشش کردند، زحمت کشیدن، فداکاری حتی کردن، اندیشیدن، در افتادن با دیگران تا سرانجام پدیده های مانند دانشگاه تهران ساخته شده. به پایان زمان امروز رسیدیم. تا هفته آینده، روز روزگار و شما خوش بود.